اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، روایت عفو بین الملل از سرکوب اعتراض های آبان 98 و مستندات آنچه که در ایران گذشت. در 60 دقیقه امشب به خاموشی اینترنت در ایران در آبان پارسال میپردازیم و خواهیم دید که قطع ارتباط با جهان چگونه به حکومت ایران برای سرکوب معترضان کمک کرد. در ادامه برنامه امشب، انتشار جزئیات جدید از پرونده دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای ترور در اروپا. روزنامه تایمز میگوید اسدالله اسدی بمب را در یک پیتزا فروشی به عاملان تحویل داده بود. دست کشیدن تیم ترامپ از شکایت تخلف انتخاباتی در پنسیلوانیا. با این حال او همچنان بر ادعای پیروزی خود پافشاری میکند. We are very divided right now. Certainly more than we were. در حال حاضر جامعه ما با شکاف بزرگ. انتقاد رئیس جمهوری پیشین آمریکا از دونالد ترامپ و شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به شکاف‌ها در جامعه. اوباما میگوید پیروزی جو بایدن در انتخابات آغازی برای اصلاح این وضعیت است. اعلام موفقیت یک واکسن دیگر کرونا در آمریکا. شرکت مادرنا میگوید محصولش نزدیک 95% موفق عمل کرده. 3, 2, 1, 0. و پرتاب اولین تاکسی خصوصی به ایستگاه فضایی بین المللی. ناسا 4 فضانورد را با موشک شرکت سپیس اکس به مدار فرستاد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یافته های یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر نشان می دهد که سال گذشته قطع اینترنت در ایران مسیر ماشین سرکوب حکومت را هموار کرد، به گونه ای که اوج کشتار معترضان همزمان شد با حداقل دسترسی به اینترنت. عفو بین الملل در گزارشی مشترک با دو نهاد پژوهشی نوشته بیشتر از 220 نفر طی 2 روز اول قطع اینترنت کشته شدند. تا حالا عفو بین الملل هویت 304 کشته را شناسایی کرده که در اعتراض های آبان شرکت داشتند. اگرچه مقام های رسمی عدد قربانیان را حدود 230 نفر اعلام کردند، رسانه های بین المللی هم شمار کشته شدگان را بسیار بیشتر تخمین زدند. آبان ماه پارسال اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین جرقه اعتراض های را زد که به سرعت به خشونت کشید و به سراسر ایران گسترش یافت. آیا حکومت سعی کرده کشتاری کم سابقه در تاریخ معاصر ایران را با مسدود کردن اینترنت از چشم جهانیان دور نگه دارد؟ چقدر موفق بوده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، عنوان وبسایت جدید سازمان عفو بین الملل است در سالگرد اعتراضات آبان ماه. عفو بین الملل میگوید مقام‌های حکومت ایران با قطع کردن اینترنت در اعتراضات سراسری آبان 98 ابعاد واقعی کشتار به دست نیروهای امنیتی را مخفی کردند. اینم اتوبان حکیم. ما همچنان همونجایی که اول بودیم هستیم. در روز 24 آبان و با اعلام گران شدن بنزین اعتراضات شروع شد. معترضان ابتدا ماشین‌های خود را در خیابان‌ها و اتوبان‌ها خاموش کردند. در روز 25 آبان حکومت اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کرد. بر اساس تحقیقات عفو بین الملل این روز خونین ترین روز اعتراضات بود و دست کم 100 نفر از رهگذران عادی و معترضان غیر مسلح از جمله عده کودک کشته شدند. همان روز وزیر کشور ایران اعلام کرد که مقامات هیچ مدارا و خیشتنداری نسبت به معترضان نشان نخواهند داد. در خیابان‌ها هم هیچ نشانه‌ای از مدارا نبود و فیلم‌های منتشر شده حکایت از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان داشت. عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی طی 5 روز حداقل 304 نفر از جمله 23 کودک زیر 18 سال را کشتند. به مناسبت سالگرد قطع اینترنت و خشونت‌های آبان، سازمان عفو بین الملل اسامی این 304 نفر را به همراه روزی که کشته شدند در این وبسایت منتشر کرده. بر اساس تحقیقات این سازمان، اکثر کشته شدگان با سلاح‌های مرگبار و عمدتاً از ناحیه سر و قلب هدف قرار گرفتند و این نشان دهنده شلیک به قصد کشتن است.
عفو بین‌الملل با انتشار این نقشه و انتشار بیش از 100 ویدیوی تایید شده از 31 شهر ایران تأکید دارد که نیروهای امنیتی در اعتراضات آبان با استفاده مکرر از سلاح گرم، گاز اشکاور و ماشین آپاش معترضان غیر مسلح و عابران را هدف قرار دادند. عفو بین‌الملل میگوید که هدفش از ایجاد این وبسایت این است که توضیح دهد قطع کردن اینترنت چیست و چرا نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود و همینطور هدفش بزرگداشت کسانی است که در جریان اعتراضات آبان جان خود را از دست دادند. با کلیک بر روی هر کدام از این عکس‌ها مشخصات عددی تبدیل به نام و چهره می‌شود. مریم افشنگ، بی بی سی. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در استودیو با ماست. خانم بحرینی، یک سال گذشته از این ماجرا، اطلاعات زیادی بیرون اومد. آیا حکومت به خواسته خودش رسید که میخواست آنچه که رخ داده در پنهان بمونه؟ در روزهای اول اعتراضات مقامات ایرانی با قطعی اینترنت عملاً تونستند که این کشتار رو به دور از چشم جهانیان پیش ببرند و دسترسی به اطلاعات در اون زمان بسیار دشوار بود. اگر به خاطر داشته باشین، سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، یعنی 4 روز پس از آغاز اعتراضات، اولین بیانیه رو منتشر کرد و خبر از کشته شدن بالای 100 نفر رو داد و این بیانیه بود که موجی از بهت و خشم رو در سطح جهان ایجاد کرد. ولی روند مستندسازی حقایق کشتار روند کندی بود به دلیل قطعی اینترنت و به دلیل جو خفقان و ارعابی که ایجاد کردند. اما در پاسخ به سوال شما، بعد از گذشت یک سال، نه، موفق نبودند. حقایق کشتار آبان امروز به شکل مستدل و مستند توسط عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق بشری مستندسازی شده و مهمتر از همه، هم در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و هم در گزارش دبیر کل سازمان ملل که در واقع در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، این حقایق بازتاب پیدا کردند. در گزارش شما اومده به دشواری‌های جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه، اگرچه خب اینترنت بعد از مدتی کم و بیش به حالت قبل برگشت، ولی فشارها ادامه پیدا کرد. چقدر سخت بوده، با دشواری دست به گریبان بودید که بتونید این بالاتر از 300 نفر رو شناسایی بکنید، کسانی که در اون مدت مطابق گزارش شما کشته شدن؟ روند بسیار دشواری بوده و این در واقع یادواره جانباختگان که روی وبسایت هست نتیجه هزاران ساعت تحقیقه. ما در برای حدود نیمی از این جانباختگان مستقیما با افراد متاثر از واقعه صحبت کردیم، یعنی بستگان و خانواده ها و دوستان و آشنایان، و برای 128 مورد دیگه با فعالان و روزنامه‌نگاران داخل و خارج کشور صحبت کردیم. حدود 34 نفر رو از کادر پزشکی گرفتیم ولی اسامیشون رو نمیدونیم و 15 مورد رو هم از طریق صدا و سیما تشخیص دادیم. ما بر این باوریم که تعداد واقعی بیشتره و همچنان هم از خانواده‌های داغدار دعوت می‌کنیم که به این یادواره رجوع بکنن و اگر عکس عزیزشون اونجا نیست با سازمان عفو بین‌الملل تماس بگیرن. اما یک نکته رو باید یادآوری بکنم که هرچند آمار کشته شدگان بالاتر از اینه و ما به اون پی نبردیم، ولی نتیجه حقوقی بسیار روشنه. یعنی مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده از سلاح گرم استفاده کردن علیه معترضان غیر مسلح و رهگذران و مرتکب نقض جدی حق حیات شدن و از نظر قوانین کیفری بین‌المللی این حتی مصداق اعدام فراغذایی هم میتونه باشه که یک جرم قابل پیگرد در قوانین بین‌المللیه. در گزارش شما اشاره شده کشتار فراقانونی و جرائم بین المللی. چطور میشه در سطح بین المللی عاملان رو تحت تعقیب قرار داد؟ این در واقع تلاشیه که از اینجا به بعد ما با استناد به شواهد و مدارکی که جمع آوری کردیم میخواییم در پیش بگیریم، چون قدم اول برای پاسخ کردن عاملان و آمران ثبت حقایق در چارچوب گزارش های مستدل و مستند و گزارشاتی که در واقع در سایه قوانین بین المللی تنظیم بشه و این کار دشواریه. از اینجا به بعد ما با استناد به این شواهد و مدارک از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواییم که یک سازوکار تحقیقاتی تأسیس بکنن. این سازوکار تحقیقاتی شواهد و مدارکی رو میتونه جمع بکنه که بعدتر زمینه محاکمه
عادلانه عاملان و آمران رو فراهم بکنه. برای مثال اگر کسانی شناسایی بشن به عنوان عامل و آمر و این مدارک جمع آوری شده باشه و در حوزه جغرافیایی کشوری مثل مثلا آلمان یا کشورهای اروپایی که به اصل صلاحیت جهانی الزام کردن خودشون ملتزم کردن خودشون رو وارد بشن، میتونن تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن. این روند بسیار دشوار و طولانی خواهد بود، یعنی یک سال دیگه یا دو سال دیگه نخواهد بود، مگر اینکه ما بتونیم شورای در وهله اول کشورهای عضو شورای حقوق بشر رو که دولت‌ها هستن، یعنی نهادهای مستقل نیستن، دولت‌ها هستن با مناسبات سیاسی خودشون، ولی اگر ما موفق بشیم که به اونها نشون بدیم که چه کشتار هولناکی صورت گرفته در داخل کشور، قرار نیست هیچ دادخواهی پیش بگیره، قوه قضایی همدست سرکوب بوده به جای اینکه تحقیقات مستقل انجام بده، و بنابراین فشار ما روی جامعه جهانی که باید صدای داغدیدگان رو بشنون و باید این پرونده در بالاترین سطوح سازمان ملل تحت پیگرد قرار بگیره. خیلی خیلی کوتاه لطفاً، غیر از نهاد شما دو تا سازمان دیگه هم، دو بخش تحقیقی دیگه هم به شما کمک کردن، اونها در این زمینه تخصص خاصی دارن؟ دو نهادی که با ما همکاری کردن، دانشکده هرتی مشخصا در رابطه با قطعی اینترنت به ما کمک کردن که ما در واقع بیش از 100 ویدیو رو مورد بررسی قرار دادیم. سازمان عدالت برای ایران 1000 ویدیو رو در اختیار ما قرار داده بود، ولی ما به کمک هرتی اسکول این ویدیوهای تایید شده رو تطبیق دادیم با داده‌های اینترنت مربوط به قطعی اینترنت که ببینیم این قطعی اینترنت چه تاثیر فاجعه‌باری روی روند اطلاع رسانی گذاشت. و در واقع شما می‌بینید که از روز 25 یعنی زمانی که اینترنت قطع میشه، ما یک دفعه با یک سقوط شدید در همرسانی ویدیوها روبرو هستیم و این درست زمانیه که کشتار در بالاترین سطحش داره صورت میگیره. و این بدون همکاری این متخصصین فنی و اینترنتی قطعا این پروژه ممکن نبود و ما قدردانشون هستیم. بسیار ممنونم از رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. اما ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار هم از تهران با ما هستن. خانم طباطبایی، خانم بحرینی اشاره کردن به آنچه که در بیرون از ایران گذشت، بسیار سخت بوده خبرگیری. رسانه‌های داخلی چطور موضوع رو پوشش دادند؟ سلام خدمت شما بینندگان. در واقع برای این موضوع باید یه بحث کلی‌تری رو اول بهش ورود کرد و اون دو گروه از روزنامه نگاران در اون زمان بودن. یه گروه از روزنامه نگارانی که خب به اینترنت به اصطلاح خبرنگاران دسترسی داشتن و اینترنت بدون فیلتر و بدون قطعی در اختیارشون بود، اکثری ما بودیم که همون اینترنتی رو داشتیم که مردم عادی هم داشتن و خب تمام امکان خبررسانی و کار کردنمون قطع شد. اون گروه اول که اینترنت رو داشتن دو گروه بودن. یه گروهشون که اومدن در فضای مجازی در توییتر، اینستاگرام عکس گذاشتن، گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی در امن و امانه، افزایش قیمت بنزین بسیار کار درستی بوده و در کل توجیهگر اون فضای موجود شدن، گفتن یک سری اراذل اوباش هستن که داره باهاشون برخورد میشه و اگر این اتفاق هر جای دنیا افتاده بود همین بود. که خب ما در مورد اونها صحبت نمی کنیم، هرچند که گلایه هامون از همکارانمون سر جاش هست. اون یک سری از دوستانم بودن که این اینترنت رو داشتن اما ترجیح دادن در کنار اونهایی که اینترنت ندارن بمونن، کمتر از فضای مجازی استفاده بکنن و یا اگر هم میان تا جایی که اطلاع دارن حقایق رو باز بکنن. اما بخش دوم بخش کسانی بود که اینترنت نداشتن. ما هیچ خبری نداشتیم. در واقع شنبه روز اول فقط یک سری عکس و خبر بیرون اومد که خب دست رسانه‌های مثل شما هم رسید، ما هم همونا رو می‌دیدیم ولی خیلی زیاد نبود. خب یه کانالایی هم مثلا کانالی که حالا گفته میشه منتسب به سپاه پاسداران یا سپاه قدس، اومدن خبرهای گذاشتن از حتی مثلا به دروغ از چین که مردم ببینید توی چین به خاطر گرونی بنزین اومدن خیابون‌ها رو بند آوردن و شما هم باید بیاین و مردم رو تشویق و ترغیب به حضور در خیابون کردن. ولی خب خیلی از ماها اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده توی کشور، ارتباطمون کامل قطع شده بود. حتی مثلا برای خود من همون اینترنت ملی هم به سختی باز میشد و امکان استفاده ازش رو نداشتم. اگرم داشتم کاری نمیتونستم بکنم، فقط میتونستم برم تو ایسنا ایرنا یک سری خبرهای خیلی خلاصه رو
خونم که اونها مشخص دسترسیشون کامل کامل نیست، چون در بعضی از روزنامه همون اینترنت بدون فیلتر و رایگان بدون فیلتر هم تقریبا قطع کردن، چون بچه‌ها بعضی از بچه‌ها دسترسی دارن و اطلاع رسانی میکنن. برای همین در اون یک هفته روزنامه نگارهای مستقل و یا اونهایی که میخواستن کار اطلاع رسانی رو به شکل صحیح انجام بدن عملا نمیدونستن در کشور چه اتفاقی داره میفته. تنها منبع رسانه ملی بود که خب میدونید چطور اخبار رو بازنشر میکرد و منتشر میکرد، کانال مثلا حالا شبکه‌های مثل بی بی سی، ایران اینترنشنال یا هر شبکه دیگه هم دیگه افتاده بود به تکرار، حتی دیگه نمیشد حتی به اون فیلم اعتماد کرد که آیا مال دیماه 96ه، آیا واقعا مال آبان 98ه، یعنی به دست خود شما هم دیگه هیچ عکس و فیلمی نمیرسید. اگه فقط الان بخوام در مورد اون یک هفته صحبت کنیم، اولا روزنامه نگارهای داخل کشور کاری نمیتونستن انجام بدن، چون حتی برخلاف 88 اعتراضات در مثلا مرکز شهری مثل تهران نبود، خیابون ولی اصلا میدون فاطمی نبود که من روزنامه نگار برم مشاهداتم به هر حال ضبط کنم برای وقتش. در حاشیه شهرها بود، در حاشیه تهران بود، در شهرستانهای مختلفی بود که عملا حتی امکان حضور در اون تجمعات هم وجود نداشت برای ما. برای همین در واقع ما نمیتونستیم در اون یک هفته کار اطلاع رسانی رو اونطور که دوست داشتیم و وظیفه‌مون میدونستیم انجام بدیم. اما خب بحث بعدش متفاوته که میشه در مورد اونم صحبت کرد. فضای کنترل فقط محدود بود به اینکه خب اینترنت رو قطع کردن یا اینکه در مشابه اتفاقایی که در سال 88 افتاد به سایت ها، به روزنامه ها، به مطبوعات تذکر داده میشد و اونها رو از بعضی از فرض کنید که کارها باز می‌داشتند. ببینید حالا من الان خب در فضای در واقع تلگرام دارم کار میکنم، برای همین اطلاعات 100% ندارم، ولی اونطور که از دوستان روزنامه نگارم میشنوم خب بعضا به مدیر مسئول ها تذکراتی داده میشه، حالا چه آبان 98 باشه چه هر موضوع دیگه ای باشه، خیلی وقتا تذکر داده میشه که این کارها را مثلا در راستای بعضی از مسائل اطلاع رسانی رو به صورت کامل انجام ندن و از کانال های خاصی انجام بدن، که خب قطعا برای آبان 98 هم بوده. اما ما الان به یک مرحله رسیدیم که گاهن اصلا نیاز به تذکر نداریم، یعنی نیاز نیستش که نهاد امنیتی، نهاد قضایی به خودمون یا مدیر مسئولمون تذکری بده بابت کاری که میخوایم انجام بدیم. یعنی ما دیگه دوچار یک جور خودسانسوری هم شدیم، هر چقدر هم تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته اما گاهن ناچاری مجبوریم. یعنی وقتی من میخوام بیام یک خبری رو در خصوص آبان 98 منتشر بکنم باید فکر همه جاشم بکنم، یعنی احتیاج نیست همیشه یک نفر از بالا تذکر بده. انقدر به این سالها بازداشت شدیم و انقدر مورد خطاب و مورد دعوا قرار گرفتیم و یا حتی زنگ زدن از نهادهای امنیتی بهمون تذکر و هشدار دادن که دیگه اینقدر راحت نیست برامون مثل خیلی از خبرنگارانی که خارج از ایران نشستن بتونیم کار انجام بدیم. حتی من فکر کنم بعضی از دوستانمون هنوز این خودسانسوری نهفته در وجودمون رو با خودشون به اون سوی آبها منتقل کردن و واقعا جای گله داره از بعضی از دوستان روزنامه نگاری که خارج از ایران هستن و ما رو متهم کردن که در مقابل حوادث آبان 96-98 سکوت کردیم. ما سکوت نکردیم، ما وقتی اینترنت همون وصل شد و فهمیدیم چه اتفاقی افتاده، حالا یا در قالب تویتر هامون یا همون کانال، سایت، روزنامه‌ای که داشتیم، تا اونجایی که تونستیم تلاش کردیم حرف مردم رو برسونیم. اما خب به هر حال روزنامه نگار داخل ایران به شدت تحت فشاره و فقط این فشار از فشار امنیتی نبینید، ما هم مثل بقیه مردم هستیم، تفاوتی نداریم، داریم با حداقل دستمزد کار میکنیم. روزنامه نگار داخل ایران گاهی وقتا برای بقا میجنگه، این بقا بخشش خلاصی از دست نهادهای امنیتی، گاهی هم برای همین کرایه خونه دادنشه، برای زندگی کردنشه. هرچند که خیلی از دوستان من در روزنامه ها و رسانه ها این بحث مالیشون رو گذاشتن در کف مطالباتشون و با وجود اینکه میدونم در کرایه خونه شون، در خرج زندگیشون مشکلات بسیاری وجود داره، اما باز هم از هر فضایی که استفاده میکنن سعی میکنن صدای مردم منعکس کنن. از اون طرفم روزنامه نگار بالاخره باید داخل ایران خودش رو حفظ کنه، مسائل مردم با وجود
بسیار بسیار بزرگ بودن آبان 98 فقط به یک مسئله که ختم نمیشه، کرونا هست، مسئله هواپیمای اوکراین هست، خیلی ما مشکلات داریم که هی باید بهشون بپردازیم. خانم طباطبایی گفتید که بعد از در حقیقت مسدود شدن اینترنت چه اتفاقایی افتاد؟ خیلی کوتاه چه حسی داشتید وقتی که انبوهی از ویدیوها رو دیدید که فضای اون روزها رو تصویر میکرد؟ یک حس ویران کننده، انگار هیچ کدوممون بعد از آبان 98 آدم های سابق نشدیم، به خصوص این که ما نمیتونستیم همه اون ویدیوها رو در رسانه هامون بازنشر بکنیم و خیلی حس بدی بود، خیلی حس تلخی بود. مردمی که تو خیابون مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن، مردمی که اذیت و آزار شده بودن، بچه های مردم بودن و اومدن در خیابون و دیگه به خونه بر نگشتن و دیدن این ویدیوها بسیار بسیار آزاردهنده بود، خیلی تلخ بود. و من خیلی متاسفم از اینکه بعضی از دوستان روزنامه‌نگار، باز میگن روزنامه‌نگاران داخل کشور، با هیچ کدوم از خانواده‌های زندانیان یا کشته شده‌ها یا غیر ازاله که آبان 98 صحبت نکردن. ما کردیم، اگر ما نکنیم چجوری؟ بالاخره از خیلی مطالب دوستان اطلاع پیدا کردن، تا اونجایی که تونستیم در رسانه همون بعدش بازنش دادیم، از خانواده امیر حسین مرادی گرفته تا بسیاری از خانواده های زندانیان و غیر و ظالم. همین چند روز پیش ما یه خبر در رابطه با یکی از دادگاه های بچه های آبان منتشر کردیم. واقعا باید فضای ایران رو درک کرد و شرایط کاری ما رو هم درک کرد. متشکرم، ممنونم از ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در تهران. روزنامه تایمز بریتانیا به نقل از مأموران تحقیق بلژیکی جزئیات تازه‌ای را از چگونگی دستگیری و اتهام‌ها علیه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی منتشر کرده. آقای اسدی متهم شده که بمبی پرقدرت به یک زوج ایرانی داده بود تا در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس منفجر کنند. دادگاه این دیپلمات و سه ایرانی دیگر قرار است حدود 10 روز دیگر در بلژیک برگزار شود. پیتر کنرادی، سردبیر بخش اروپای روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز از لندن با ما هستند. آقای کنرادی، در مطلب شما جزئیات جالبی هست، جزئیات دقیقی هست. این جزئیات از طرف نهادهای اطلاعاتی بلژیک در اختیار شما قرار گرفته یا اینکه منابع دیگه هم اونها رو به شما گفتند؟ اجازه بدید بگم که اطلاعاتی که در گزارشم، اطلاعاتی که آوردم بر اساس تحقیقاتی است که انجام دادم و همینطور در طول این تحقیقات عملا اطلاعاتی که بیرون آمده بود و همینطور توسط مسئولان بلژیکی، فرانسوی و همینطور در لوکزامبورگ، تمام اونها رو من جمع‌آوری کردم و در این گزارش منتشر کردم. بخش مهمی از آنچه که اتفاق افتاده ادعا میشه این است که گویا یک دیپلمات ایرانی از مسئولیت دیپلماتیک برای انتقال بمب استفاده کرده، درسته؟ بله. بر اساس اون تصویری که ما الان داریم قبل از این دادگاه، و باید این رو بگیم که هنوز کسی متهم نشده و در دادگاه محکوم نشده، بنابراین باید بگیم که ادعا شده اینکه آقای اسدالله اسدی، کانسلر سفارت ایران در وین، یک بمبی رو در اختیار دو ایرانی که به نظر میرسه که سیتیزنشیپ بلژیکی هم دارند، نسیمه نامی و همسر او، قرار داده و اونها قرار بوده که اون بمب رو در جلسه یا نشست شورای ملی مقاومت ایران که قرار بوده سال 2018 تشکیل بشه، اونجا این بمب رو کار بگذارند. گویا مأموران اطلاعاتی بلژیک اونها رو تحت کنترل خودشون داشتن یا تحت نظارت خودشون داشتن و ادعا شده که این دیپلمات ایرانی بمب رو در یک مغازه پیتزا به اونها داده، در یک پیتزا شاپ در حقیقت. چطور تونستن این افراد رو تحت کنترل خودشون بگیرن، چنین نظارتی بکنن؟ این در تحقیقات شما معلوم شده؟ The
بذارید بگم که ماموران اطلاعاتی در اروپا به نظر میرسه که در یک جایی مطلع شده بودن از این طرح بمب‌گذاری. وقتی من ازشون پرسیدم که کی از این اطلاع پیدا کردن از این مسئله، گفتن که بهشون یک ماموران اطلاعاتی کشور دیگری این اطلاعات رو به اونها دادن. به نظر میرسه که موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در اختیارشون گذاشته، ولی من به شخصا نتونستم این رو تایید بکنم. اما اون چیزی که مشخصه اینه که مسئولان اروپایی در لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه آگاه بودند در مورد این طرح بمب‌گذاری و به همین دلیل اونها حتی از قبل داشتن این افراد رو نگاه میکردن و با دقت تحت نظر داشتن دو روز قبل از این که اون نشست برگزار بشه. و در اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، اون جاییه که بمب رو در اختیار اون خانواده میگذارن. اشاره کردید که هنوز چیزی ثابت نشده، در مرحله دادرسی است، ولی اگر ثابت بشه که یک مقام دیپلماتیک ایران در اروپا چنین کاری کرده، چه پیامدی برای حکومت ایران خواهد داشت؟ برای هر دیپلماتی که در اقدامی شبیه این، یعنی بمب‌گذاری در اروپا انجام ده، واقعا غیر قابل باوره. در زمان حال حاضر ما چنین چیزی رو تا به حال نداشتیم و اگر این تایید بشه در دادگاه قانونی که چنین اتفاقی افتاده، اون وقت میتونم تصور بکنم که بسیار خجالت آور خواهد بود برای مسئولان ایرانی اگر یکی از دیپلمات‌های اونها که به نظر میرسه که در از طرف مسئولان در تهران داشته این اقدام رو انجام میداده، برای اینکه این مسئله‌ای که وجود داره اینه که اون مسئولان بلژیکی یک نامه‌ای که توسط مسئولان بلژیکی نوشته شده، در اونجا گفته شده که اونجا به نظر میرسه آقای اسدی خودش به تنهایی این کار رو انجام نمیداده، بلکه داشته از تهران خط میگرفته که چه باید بکنه. من هیچ راهی ندارم برای اینکه ثابت بکنم که مسئولان بلژیکی چطور این اطلاعات رو داشتن، اما اگه درست باشه بسیار خجالت آور خواهد بود برای مسئولان ایرانی. ممنونم از پیتر کنرادی، سردبیر بخش اروپای روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز. با اینکه ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد تقلب به نفع رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد، تیم حقوقی او بخش مهمی از شکایت حقوقی خود را در ایالت پنسیلوانیا پس گرفته. آقای ترامپ به خاطر قبول نکردن نتیجه انتخابات و ادعای تقلب بدون ارائه شواهد روشن زیر باد انتقاد است. از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین که او را به ایجاد شکاف در جامعه آمریکا متهم کرده، تا جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق خود او که حالا میگوید رهبران حزب جمهوری خواه باید به رأی دهندگانشان بفهمانند که باختن تا مبادا حرفای آقای ترامپ را باور کنند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. Likewise in Georgia I won by a lot. They're trying to steal an election. They're trying to rig an election. صفحه توییتر رئیس جمهوری آمریکا پر از ادعا در مورد انتخابات بدون ارائه شواهد و مدارک. توییتر کنار همه آنها هشدار زده که مورد مناقشه‌اند. دونالد ترامپ اصرار دارد که پیروز انتخابات شده، در حالی که جو بایدن طبق برآورد همه رسانه‌های اصلی آمریکا برنده انتخابات است و حالا رئیس جمهوری منتخب، هرچند هنوز به طور رسمی برنده انتخابات اعلام نشده. طبق برآوردها نامزد حزب دموکرات با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا از حد نصاب 270 رأی الکترال عبور کرد. حالا مجموع آرای الکترال او به 306 رسیده. تا به حال تیم حقوقی آقای ترامپ اصرار داشت که در ایالت سرنوشت ساز پنسیلوانیا ناظرهای انتخاباتیش نتوانسته بودند شمارش آرای پستی را ببینند. اما امروز در چرخشی ناگهانی تیم حقوقی آقای ترامپ این ادعا را پس گرفت. البته آقای ترامپ هنوز باخت را قبول نکرده و همچنان رسانه ها را دروغگو خطاب می کند. جعلی خواندن اخبار از سوی او تازگی ندارد.
اما بعد از آنکه فاکس نیوز شبکه مورد علاقه آقای ترامپ هم او را بازنده اعلام کرد، به سرعت از چشم او افتاد. رئیس جمهوری آمریکا حالا همه را به دیدن یک شبکه تلویزیونی راستگرای افراطی به نام وان امریکا نیوز تشویق می‌کند. نه فقط فاکس نیوز، که جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا هم در مصاحبه‌ای با شبکه ABC نسبت به عواقب نپذیرفتن نتیجه انتخابات هشدار داده. او گفته رهبران حزب جمهوری‌خواه وظیفه دارند به رأی دهندگانشان بگویند که رئیس جمهوری باخته، مبادا که آنها ادعاهای آقای ترامپ را باور کنند. شواهد کجاست؟ روز که میگذره بیشتر و بیشتر مشخص میشه که مدرکی وجود نداره. اما اگر رای دهندگان جمهوری خواه فقط ادعاهای اشتباه دونالد ترامپ رو بشنون، عجیب نیست که باورشون بشه. بسیار مهمه که بقیه رهبران جمهوری خواه بیان وسط و توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. هر روزی که روند انتقال قدرت رو به عقب بندازه برای اینکه دنبال راهکارهای حقوقی، در نهایت به ضرر کشور تموم میشه. البته رئیس جمهوری آمریکا اظهارات جان بولتون رو بی جواب نگذاشت. جان بولتون یکی از احمق‌ترین افراد در دولت بود که من افتخار همکاری با او را داشتم. یک آدم عبوس، حوصله سربر و ساکت که هیچ به امنیت ملی نیفزود. مگر بیا جنگ را بندازیم. همچنین مدارک محرمانه زیادی را غیرقانونی منتشر کرد. یک احمق واقعی. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هم در مصاحبه با شبکه CBS هشداری مشابه جان بولتون داده. نگرانی واحد از دو طیف سیاسی مختلف. من بیشتر از این اذیت میشم که بقیه مقامات جمهوری خواه که بیشتر از اون میدونن دارن باهاش همراهی میکنن و اینطوری به سازش میرخسن. این یک گام دیگه در راستای مشروعیت زدایی، نه تنها از دولت آینده جو بایدن، که از دموکراسی به طور کلی. آقای اوباما معتقد است که پیروزی جو بایدن در انتخابات امسال اولین قدم برای پر کردن شکاف هاست. اما ایجاد اتحاد در جامعه به شدت دو قطبی کار آسانی نیست، به ویژه در کشوری که طی یک سال شاهد بیشترین آمار تلفات کرونا، تظاهرات نژادی، ظهور تئوری‌های توته و پرتنش‌ترین انتخابات دوران معاصرش بوده. پرهام قبادی، BBC. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگو با خبرنگار BBC دیوید اولوگاسا هم از شکاف و اختلاف در جامعه آمریکا نسبت به 4 سال قبل گفت. او معتقد است که پیروزی جو بایدن در انتخابات امسال شروعی است برای بازسازی این جامعه دوپاره. آقای اوباما همچنین گفته که برای ترمیم این شکاف عمیق به زمان بیشتر از یک دوره ریاست جمهوری نیاز است. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم. We are very divided right now. در حال حاضر جامعه ما با شکاف بزرگی مواجهه. قطعاً بیشتر از اون زمانی که من در سال 2007 برای انتخابات ریاست جمهوری اقدام کردم و سال 2008 که به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شدم. بخشی از این شکاف به عملکرد رئیس جمهوری کنونی ما برمیگرده که فعالانه در آتش تفرقه دمید، چون احساس میکرد که برای سیاست‌های اون مناسبه. اما این وضعیت پیش از اون هم بود و بعد از اون هم ادامه خواهد داشت. به نظر من انواع تئوری‌های احمقانه توطئه و اون چه برخی اون رو زوال حقیقت نامیدند، یعنی همون بی اهمیت دونستن حقایق و مجاز بودن هر گونه شیوه عمل، هم به این شکاف‌ها بسیار دامن زدند. بیش از یک انتخابات زمان نیازه تا این روند اصلاح بشه. reverse those trends. شما گفته بودین آمریکایی‌ها نمیتونن همدیگر رو به رسمیت بشناسن. If you are somebody who exclusively watches right-wing media. اگه شما روی رسانه‌های دست‌راستی تمرکز کنید، می‌بینید که اونها من رو هم به عنوان یک شخصیت سیاسی به رسمیت نمی‌شناسن و تصویری که از من ارائه می‌کنند کاریکاتوری از منه که با اون چیزی که میگم و اون چیزی که باور دارم هیچ تناسبی نداره. اما میلیون‌ها نفر این ادعا رو باور می‌کنند که جو بایدن سوسیالیسته و هیلاری کلینتون بخشی از یک گروه تبهکار بوده که به کودکان میل جنسی دارند. Part of an evil cabal that was involved in pedophile rings. That kinds of stuff is constantly circulating. این گونه بحث‌های بد دائما در جامعه در جریانه. نکته جالب
و البته خیلی ناراحت کننده در این دور از انتخابات اینه که این شکل از بی‌اعتنایی به حقیقت عواقبی داره، اون هم وقتی که قدرتمندترین فرد انتخاب شده در کشور اون رو ترویج میکنه. بعضی ها میگن انتخاب یه رئیس جمهوری سیاه پوست و یا راه پیدا کردن یک خانواده سیاه پوست به کاخ سفید دستاورد تاریخی مهمی بود و عمق نجات پرستی رو در این کشور نمایان کرد. خلاصه اون چه اونا میگن اینه که ریاست جمهوری شما نه فقط به خاطر عملکرد شما بلکه به خاطر شخص شما اهمیت داشت و در نهایت باعث وضعیت فعلی درباره روابط نژادی شد. جواب شما چیه؟ این حرف برای من خیلی معنادار نیست، اینکه من شرایط رو بدتر کردم. البته فکر میکنم که ریاست جمهوری من تونست از برخی گسلهای فرهنگی ما پرده برداره و مسائلی رو مطرح کنه که ما باید برای حلشون تلاش کنیم. اعتراضهای تابستان گذشته نشون داد که ما چقدر ظرفیت تلاش برای از بین بردن این شکافها رو داریم. من هرگز این تصور رو نداشتم که انتخاب من به معنای پایان مسائل نژادی در آمریکاست. باراک اوباما بود، رئیس جمهوری پیشین آمریکا. روزا راد، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما هستند. خانم راد، آقای اوباما به گونه‌ای حرف میزنه که گویی نظام سیاسی آمریکا در مخاطره قرار گرفته. حرف موضوع جدیتر است از دولت یا یک حزب. چه دلیلی وجود داره برای این گفته؟ به نظر من دلیلش اینه که آقای ترامپ با این تئوری‌های توته و تئوری‌های اخبارهای فیک نیوز که به قول معروف صداش میکنن، به نظر من این تمام این تئوری‌ها باعث میشن که مردم باور میکنن، یعنی مردم اخبار تماشا میکنن، این حرفایی که ترامپ توی تمام حرفاش میزنه و مثلا تمام میدیا این حرفاش رو پخش میکنه، متاسفانه مردم باعث میشن که باور کنن و به قول رئیس جمهور قبلی باراک اوباما این دیویژنی که آرادی وجود داره تو آمریکا بیشتر میشه و متاسفانه خیلی تاثیر منفی داره رو مردم آمریکا. چرا مردم، اون هم نه تعدادی کم، ده ها میلیون نفر به قول شما حرفای رو قبول میکنن که مبنا و اساس نداره، بیشتر از طرف آقای ترامپ گفته میشه، در حالی که آمریکا یک کشور آزاده، ده ها و شاید صد ها رسانه در اون دارن فعالیت میکنن، دسترسی به اطلاعات درش مشکل نیست، آزادی بیان در قانون اساسی تضمین شده؟ درسته، متاسفانه با اینکه دسترسی به خبر و رسانه ها و میدیا مردم دارن، یک دلیلش به نظر من فقر شاید باشه. اونایی که توی قسمت ها و جاهای فقیر آمریکا زندگی میکنن متاسفانه دسترسی به این خبرهای درست ندارن، باعث میشه که مجبور میشن که خبراشون رو از جایی مثل فیسبوک میگیرن و متاسفانه باعث میشه که فیک نیوز پخش میشه و یکی شیر میکنه یکی لایک میکنه. متاسفانه فیسبوک هم یه نوع جدید میدیا شده، یه رسانه های جدید از فیسبوک هم متاسفانه پخش میشن و مردم باور میکنن. غیر از چند تا از جمهوری خواهای معدود، کسان دیگری نیومدند جلو که از آقای ترامپ انتقاد بکنند، در حالی که خب خیلی از اونها سیاستمداران سنتی و شناخته شده ای هستند. چرا بیشتر جمهوری خواها همراه شدند یا ساکت شدند با جریانی که آقای ترامپ را انداخته؟ به نظر من جمهوری خواهان هنوز میترسن، یعنی این حزبشون هنوز با اینکه شاید از ترامپ زیاد خوششون نیاد به هر حال بهش رای دادن، یعنی یه جورایی هنوز چیزش میکنن، یعنی سپورت میکنن و هنوز پشت سرش هستن و نمیخوان اصلا بر علیهش نظر بدن، چون به نظر من این یه نشونه‌ایه که حزبشون شاید زیاد چیز نداشته باشه، همبستگی نداشته باشه و باعث میشه که دموکرات ها میتونن
بیشتر ازشون ایراد بگیرن و یعنی شاید براشون کلن خوب نباشه که جلوی ترامپ بر علیه ترامپ حرف بزنن و صحبت کنن. ممنونم از روزا راد، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما. شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان اوج می‌گیرد. امروز موارد ابتلای قطعی روزانه از 13000 نفر گذشت و رکورد تازه‌ای از خود بر جای گذاشت. وزارت بهداشت تعداد قربانیان در شبانه روز گذشته را هم 486 نفر اعلام کرده که در آمار رسمی روزانه بی سابقه است. وزیر کشور هم در نشستی با استانداران و فرماندهان هشدار داده که نباید آمارسازی و مخفی کاری صورت بگیرد. محمد امینی با جزئیات بیشتر. از همین زحمت استفاده کنید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع مقامات ارشد وزارتخانه‌اش. 10 ماه از ظهور ویروس کرونا در ایران گذشته. حرف آقای رحمانی فضلی حالا این است که استانداران و فرمانداران درست قانون را اجرا نکردند. جریمه را داریم، پلمب را داریم، ارسال پرونده قوه قضاییه داریم، ظرفیت قانون مدیریت بحران را داریم، دادستانها هست و شورای تامین هم هست. بیشتر از این چی میخواید؟ پس اشکال در اعمالشه یا ضعف در فهم دقیق این قوانین و مقرراته. بنده به شما میگم شما هیچ کمبودی ندارید. مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملیه. اما شاید جالبترین قسمت سخنان وزیر کشور هشدار در مورد آمارسازی و مخفی کاری بود، چیزی که ماهاست مورد تاکید منتقدانی است که میگویند آمار تلفات و مبتلایان کرونا بیشتر از آن است که اعلام میشود. به هیچ وجه آمارسازی و مخفی کاری نباید داشته باشیم. جان مردمه. بر مبنای آمار و اطلاعات شماست که آقای دکتر نمک اینجا تصمیم میگیره. اگه ما فرض کنیم یا فرض کنیم با آمارسازی یا با مخفی کاری که حالا مثلا ما گزارش ما کم بدیم یا مثلا اگه تعداد فوتیام خدا نکرده زیاد شکل بدیم، میگن نه خیر اینطوری نیست. شما بگید بله فوتیام اونجا زیاد شده، مبتلایان زیاد شده، به اینا نیاز داریم ما. وزیر کشور تا آنجا پیش رفت که خود دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران را به عمل نکردن به مقررات مبارزه با کرونا متهم کرد. مثلا خود دستگاه‌های اجرایی بعضی‌ها رعایت نمی‌کنن. کاملا درسته. من 2 شب قبل تلویزیون نگاه می‌کردم، اتفاقا 3 تا افتتاحیه دیدیم و یه جلسه. هر 3 تا افتتاحیه دوستان خود بنده در دولت بودن در اونجا و هر 3 موردم به نظر من رعایت نشد. همین الان که شما فرمانداران و محترم در جلسات نشستید رعایت نشده. شما با فرماندار تا معاون تا رئیس شبکه بهداشت بعضی وقتا اصلا شونه به شونه نشسته بودید. و این صحنه رو مردم نباید ببینن. این صحنه رو مردم وقتی میبینن میگن بابا خیلی جدی نیست، خود مسئولین که میگن رعایت نمیکنن. سخنان صریح وزیر کشور در شرایطی مطرح می شود که دولت حسن روحانی از شروع طرح ویژه‌ای سخن می گوید که از اول آذر اجرایی می شود. به موجب آن مناطق مختلف ایران سخت‌بندی می شوند و به درجات مختلف باید محدودیت هایی را رعایت کنند. بحث منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در مناطقی که قرمز اعلام می شه. علاوه بر منع تردد بین شهری که داره اعمال میشه در مناطق قرمز و نارنجی، همه مشاغل تعطیل هست به جز مشاغل سطح 1. اون مشاغل سطح 1 به طور خلاصه یعنی مربوط هستش به نایحتاج ضروری مردم. در حال حاضر اکثر استانهای ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و شیب سعودی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا هم با در پیش بودن فصل سرما و زمستان چشمانداز تکان دهنده ای را ترسیم می کند. تعطیلی تهران به طور کامل هم هنوز محل بحث و اختلاف نظر است. اصرار شورای شهر و رئیس این شورا مبنی بر تعطیلی تهران و موافقت مراجع مختلف مثل استانداری حالا این بحث را ایجاد کرده که اگر همه موافقند پس مخالفت کدام فرد و نهاد است که اجازه نمی‌دهد پایتخت کشور به طور جدی با ویروس کرونا مبارزه کند. محمد امینی، بی بی سی. در آستانه 1 سالگی همزیستی با ویروس کرونا هستیم. ویروسی که تا این لحظه جان بیشتر از 1,300,000 نفر رو در سراسر جهان گرفته و روال زندگی رو به کلی تغییر داده. به احتمال زیاد آنچه که میتونه نقطه پایانی بر این کابوس مرگبار جدایی افکن بگذره تنها یک چیزه: واکسن.
میلیون ها چشم هم البته مدت هاست که به فعالیت دانشمندان دوخته شده. ده ها پروژه برای تهیه واکسن در کشورهای مختلف با حمایت مالی گسترده در حال پیگیری است. حالا خبرهای خوبی از چند پروژه به گوش میرسه. امروز شرکت آمریکایی مادرنا اعلام کرده که آزمایش واکسن این شرکت نتایج بسیار امیدوارکننده‌ای داشته و از ابتلا به کرونا تا حدود 95% پیشگیری کرده. When we got the room from got the news from the data and safety monitoring board, I'll admit وقتی ما اطلاعات رو از هیئت بررسی دریافت کردیم، راستش رو بگم نیشم تا بناگوش باز شد. برای اینکه انتظارش رو نداشتم و هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد که واکسن ما 94% در پیشگیری از کووید 19 موفق باشه. اما از اون جالبتر این بود که در پیشگیری از کووید وخیم 100% موثر بوده. ما در آزمایشامون 11 مورد وخیم داشتیم، اما هر 11 نفر برای بررسی تاثیر روانی واکسن غیر واقعی بهشون تزریق شده بود. این یعنی واکسن ما در پیشگیری از این همه گیری مؤثره و امیدواریم که بتونیم از این شرایط جلوگیری بکنیم. این رو که بذاریم کنار خبر هفته پیش درباره واکسن فایزر، می‌بینیم که الان دو تا واکسن داریم که بیشتر از 90% مؤثرن. ما حالا ابزار لازم رو داریم که به این ویروس غلبه کنیم و این به نظرم بهترین خبر این روز هاست. ما الان دارو رو در اختیار داریم و فقط باید به دست مردم برسونیمش. And I think that's probably the best news of the day for all of us is that there really are now solutions in our hands and we need to deliver them to the people who use them. غیر از واکسن مادرنا، خبر آزمایش موفق یک واکسن دیگر هم چند روز پیش در صدر خبرها جا گرفت. واکسن مشترک شرکت‌های فایزر آمریکا و بیونتک آلمان که خبر اون نور امیدی رو به دنیا تابوند و واکنش‌های زیادی رو هم برانگیخت. پروفسور اگور شاهین از بنیانگذاران بیونتک آلمان درباره این واکسن با بی بی سی گفتگو کرده. زمستان پیش رو تأثیر عمده از این واکسن بر میزان شیوع عفونت نخواهیم دید. اگر همه چیز خوب پیش رود تا پایین سال میلادی یا اوایل سال آینده میلادی واکسن آماده تحویل خواهد شد. هدف ما تهیه بیش از 300 هزار دوز از واکسن است که به ما اجازه خواهد داد شاهد تأثیر آن باشیم و بزرگترین تأثیر هم در تابستان خواهد بود، چرا که نرخ ابتلا اصولا پایین است. و علاوه بر این دو واکسن، چند پروژه دیگر هم در مراحل امید بخشی هستند. با این حال چالش عمده بعد از تهیه واکسن رسوندن اون به کشورها و ساماندهی سیستم واکسیناسیونه. در ایران تلاش‌های برای پیشخرید و دریافت واکسن‌های مؤثر احتمالی انجام شده و یک پروژه تهیه واکسن هم در حال پیگیری است، هرچند جزئیات زیادی در مورد اون نمی‌دونیم. چشم‌انداز پیش رو برای تحت کنترل گرفتن اوضاع و رویارویی با ویروس کرونا بسیار روشن‌تر از قبل، اگرچه تا برگشتن به روال عادی زندگی و کنار انداختن ماسک‌ها راه درازی در پیشه. و هم آژانس فضایی آمریکا ناسا 4 فضانورد رو با یک موشک شرکت اسپیس اکس راهی ایستگاه فضایی بین المللی کرد. این اولین بار است که ناسا رسما از یک شرکت خصوصی برای فرستادن فضانورد استفاده میکنه و قرار است موشک فالکون یا شاهین و کپسول دراگون یا اژدها عملا نقش یک تاکسی فضایی رو بازی کنند. این فضانوردان نام مأموریتشون رو تاب آوری گذاشتن و 6 در ایستگاه فضایی بین المللی خواهند ماند. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد. 3 2 1 0. در دل اژدها بر بال شاهین به سوی آسمان ها. این پرتاب آغاز فصلی نو برای فضانوردی و آژانس فضایی آمریکا ناساست. موشک فالکون یا شاهین و کپسول دراگون یا اژدها را شرکت خصوصی اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک ساخته و ناسا تنها برای فضانوردانش بلیط خریده. این تازه اولین مأموریت این تاکسی فضایی است. در 15 ماه آینده ما قرار حدود 7 مأموریت با کپسول اژدها داشته باشیم. این مأموریت نماد آشنایی اژدها با حضور دائمی در مداره. بزنم به تخته و قطعا شروع عصر جدیدی در فضاپیمایی انسانه. 2 1
از سال 2011 که شاتل بازنشسته شد، فضانوردان با کپسول سویوز روسیه رهسپار مدار می شدند. ناسا می گوید با برون سپاری حمل و نقل فضانوردان تا ایستگاه فضایی به بخش خصوصی، می تواند نگاهش را معطوف برنامه‌هایش برای سفر به ماه و مریخ کند. چهار سرنشین این پرتاب، سه آمریکایی و یک ژاپنی هستند. سویچی نوگوچی که قبلاً با شاتل و سویوز هم به فضا رفته، سومین انسانی است که با سه فضاپیمای مختلف زمین را ترک می‌کند. مجوز پرواز کپسول اژدها با صفحه‌های کنترل لمسیش را هم نه ناسا، بلکه اداره هوانوردی فدرال آمریکا صادر کرده، مثل هواپیماهای مسافری. این چهار فضانورد در دوره 6 ماهه مأموریتشان چهار راهپیمایی فضایی و صدها پروژه پژوهشی در پیش رو دارند. تحقیقاتی در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام میشه که روی زمین قابل انجام نیست و حوزه‌های علمی متنوعی رو هم در بر میگیره. از زیست‌شناسی تا مطالعات مواد، از ایستگاه برای مطالعه فضا و کره زمین هم استفاده میکنیم. فضانوردها خودشون هم سوژه تحقیقن. وقتی آدم‌ها به فضا میرن زودتر پیر میشن. استخون‌ها و ماهیچه‌هاشون ضعیف میشن. پوستشون نازک میشه و دیدشون هم ضعیف میشه. با مطالعه این فرایند در فضا، فرایند پیری خودمون رو بهتر درک میکنیم. آن بالا فضانوردان به سیاره‌ای نگاه میکنند که این ایام با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند. همین است که آنها مأموریتشان را ریزیلینس یا تاب‌آوری نامیدند. ادای احترامی به بلند پروازی بشر حتی در اوج سختی ها. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بچه آبی فیلم جدیدی از استودیوی تاجیک فیلم است که به موضوع ارتباط انسان با محیط زیست، گرمایش زمین و پیامدهای اون اختصاص داره. کارگردان این فیلم از دانشکده سینمای تهران فارغ شده و بچه آبی چهارمین ساخته او است. خبرنگار ما سهراب ضیا از اولین تماشاچیان فیلم بچه آبی در خانه سینمای شهر دوشنبه بود و این گزارش رو فرستاده. آب سال تا سال کم می شود. بچه آبی زندگی خانواده را به تصویر کشیده که در روستای در کنار دریا یا به قول تاجیک ها بحر زندگی می کند. شغل مردی این خانواده صید ماهی و فروش آن است. این روستا مدرسه ندارد و رامسس تک پسر این خانواده بیشتر وقت خود را به صید ماهی می گذراند. در لابلای روایت روزگار این خانواده فقیر، روابط نامطلوب انسان با آب در محور فیلم قرار می گیرد. پیامدهایی که یک سال بعد می آید یا که 6 ماه بعد می آید، به نظر ما آب همونها را زودتر برای ما میگد. آب به نظر ما گوش میکند. آب به نظر ما حرفی بد از خوب جدا کرده میتوند. ما شاهد شدیم که این فاجعه طبیعی برای این دهه رخ داد. همه دهه را مثلا اشغال گرفت. ماهی های مرده و خس و خاشاکی که مثلا برای این دهه آورده شد. و واقعا آب ترکید، آب کفید، آب دیگر نتونست صبر بکند از این مناسبتی که ما انسان ها داریم. بابا چی با دویم بالای زارق سرخ مشینین؟ در این روستا بابای برکت پیرمردی روزگار دیده بسر می برد که عمره به سعید ماهی مشغول است. رامسس قهرمان مرکزی فیلم با بابای برکت هم شغل او دلبستگی زیاده دارد. همسری این مرد در یک شب طوفانی در دریا غرق می شود و او هم تصمیم می گیرد خود را غرق کند. برای چی اون موی سفید دیگر مقصد زندگیش نمیموند؟ برای که بحر دیگر ماهی نداره. میفهمید؟ ماهی نداشتن بحر این خیلی است که اگر ماهی نداشته باشد او بحر نیست. او بحر در کار نیست. برای قهرمان و برای کارگردانم بحر و همین موی سفید مقدس هستند و همون رمزگری مدل دنیای امروزه هستن که به فاجعه گرفتار شده. سعدالله رحیموف فیلم بچه آبی را یکی از بهترین تولیدات تاجیک فیلم در 30 سال گذشته می داند. فیض‌الله فیض کارگردان این فیلم مستندهای از جمله تاریخ سینمای تاجیک،
استاد بوریس کیمیاگروف و فیلمی تاکسی را ساخته است. میگوید 6 سال پیش امکان ادامه تحصیل در دانشکده سینمای مسکو و همچنین در دانشکده سینما و تئاتر تهران برایش فراهم شده بود، اما تصمیم گرفت به تهران برود. سال 2014 اسقر فرخودی جایزه اسکار آورده بود برای ایران و همون شب و روز مثلا واقعا سینمای ایران به نظر من عجیب و جالب تو فکر حتی مثلا اسکار و این چیزو دیگر همینطور انتخاب کردم که باید برم ایران تحصیل بکنم و سینماشون هم فیلمشون هم پیگیری میکردم. واقعا جالب بود، سبکشون، پیشنهادشون، مثلا کارگردان های مختلفشون، فیلمنامه های مختلف. بچه ای آبی را سال گذشته در شهرک سینمایی متروکی فرخار در ساحل بحر تاجیک در شمال تاجیکستان فیلمبرداری کردند. در همان جایی که 20 سال پیش بختیار خدای نظروف کارگردانی در گذشته تاجیک فیلمی مشهوری پدری مهتابیش را به تصویر کشید. با گفته فیض الله فیض، ایده فیلم جدیدی او هم به بختیار خدای نظروف تعلق دارد. آقای فیض میگوید فیلمنامه بچه آبی را بر اساس 17 صفحه یادداشت‌های دستنویسی آقای خدای نظروف نوشته که در زمان فیلمبرداری پدر مهتابی روی کاغذ آورده بود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. یاد این شعر از لایق شیرعلی شاعر تاجیک افتادم. دو ره سازیم و ره پیما، من و دریا، من و دریا، دو همراهیم و دو تنها، من و دریا، من و دریا. ممنونم که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. یادآوری میکنم که این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی، bbcpersian.com و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. شب و روز بر شما خوش.